توی این قسمت توی روز پنجم سفرمون میخوایم بعد از خوردن یه صبحونه خوشمزه توی یروان سنتر از غارهای لوانستواین آندرگراند که کمتر ایرانی اینجا میره بازدید کنیم. یه سر میریم کلیسای سنت جان که یه کلیسای کوچیکه، بعد از اون میریم کلیسای جامع سنت گریگوری روشنگر که یکی از کلیساهای اصلی ایروانه. از اونجا میریم بازار روسا و یه چرخی میزنیم. در این حال تو رستوران سیزنس یه غذای سنتی ارمنی میخوریم، پول چنج میکنیم و آرایشگاه میریم. روز ششم سفرمون هم با قدم زدن تو میدان ریپابلیک ایروان شروع میشه. پیاده میریم تا کاسکید کامپلکس معروف ایروان. از اونجا هم میریم به کلیسای سنت آستواتساتسین کاتوگیکه. کلا یه کلیسای خوشگل دیگر رو میبینیم. پاساژ مترونوم، نهار توی پاساژ دالما گاردن، شام هم توی رستوران چایهونا. روز هفتم با یکم قدم زدن توی خیابونای ایروان، رفتم به فرودگاه ایروان و پرواز به سمت ایران گذشت. پس خوش اومدیم به برنامه وقت سفر، قسمت آخر از سفر ما به ایروان زیبا. سلام، خوش اومدیم به این قسمت از برنامه وقت سفر، قسمت آخر سفرمون به ایروان. اگه قسمت های قبلی رو ندیدیم، ما قبل از این دو قسمت دیگه داشتیم که در مورد سفر 24 ساعته زمینی به ایروان توضیح دادیم، در مورد پاساژ ایروان صحبت کردیم و تو این بین تمام قیمت ها هم براتون نوشته بودیم. روز پنجم سفر ما به ایروان شروع شد و امروز میخوام براتون یه فیلم کامل بگیرم از صبحونه های هتل ایروان سنتر. در مورد هتل چیزی که میتونم بهتون بگم اینه که فضای خوب، صبحونه خیلی فضای آروم و خوبیه. رفتار کارکنای هتل خیلی دوستانه و دلنشینه، یه جوری که شما دوست دارین که اصلا باشون ارتباط بیشتری داشته باشین، دوباره به این هتل بیاین، یه جوری مثل دوستاتونن اصلا. جوش شد که چون امروز تولد همسر من بود، بچه هتل شب قبلش ما هماهنگ کرده بودن و برامون یه کیک کوچولی آوردن و یه موزیکی پخش کردن که خیلی قشنگ بود. بعد از خوردن صبحونه ما از هتل یه تاکسی دابل جی گرفتیم. اگه نمیدونید دابل جی چیه، تو قسمت قبلی من توضیح دادم که یه تاکسی اینترنتیه برای ارمنستان، و رفتیم به سمت غارهای لوانستواین. این غارهای زیرزمینی یه ذره از شهرم، یعنی یه ذره از حداقل هتلی که ما هستیم فاصله داره، دورتر بود. از این تاکسی 1200 درام بود و اینو من از توی گوگل مپ پیدا کردم. حقیقتا این جایی نبود که خیلی راجبش توی مثلا سایت‌های فارسی اینا صحبت شده باشه. راستش بخوام وقتی تو مسیر بودیم، من حتی شک داشتم که وقتی به اینجا میرسیم واقعا یه همچین لوکیشن اینجا باشه، یعنی آمادگیش داشتم که وقتی رسیدیم شاید مثلا ببینیم همچین چیزی اصلا نیست و دوباره یه دونه تاکسی دابلجی بگیرم و برگردیم. ولی وقتی رسیدیم و بالاخره در ورودی اینجا رو پیدا کردیم، یه خانم مسن ارمنی که انگلیسی هم خیلی نمیتونه صحبت کنه اومد و ما رو راهنمایی کرد و در زد و ما رفتیم داخل. خیلی جالبه که بدون این خانم مسن و این خانمی که در باز میکنه، بعدا ما متوجه شدیم که اصلا چه داستانی دارن دو نفر. خانم جوان‌تری که در باز کرد به ما گفتش که نفر 1500 درام بدون بلیطیه که ما بخوایم وارد اینجا بشیم، و یه سر شمع اونجا گذاشته بودن که دونه 100 درام میفروختن. شمع شبیه شمعی بود که توی کلیساها بار روشن کرد. خانمی که ما رو همراهی میکرد سعی میکرد حالا با خیلی انگلیسی دست با شکسته به ما بگه که اینجا رو پدرش حفر کرده، و اون خانمی هم که دم در ما دیدیم، خانم محسن، همسر کسی بودی که این غارها رو حفر کرده. افتادن از شهریه. در کل اگه بخوام براتون توضیح بدم، قضیه از این قراره که یه آقای ارمنی به اسم لئون آرکلیان 23 سال از عمر خودش رو صرف این کرده که این غارها رو زیر خونه خودش حفر کنه. حالا ممکنه بگین چرا؟ توی اینترنت چیزی که نوشته از زبون توسیا همسرش که ما بالا دم در دیدیمشون، گفته که بهش وحی و الهام شده تو خواب که این غار رو باید بکنه. Это мой фамилия. و
ولی چیزی که تو سیاه با کمک ترجمه دختراش تونست به من بگه این بود که اول کار لئون یه چاله‌ای رو برای نگهداری شراب‌های توی خونه حفر کرده و بعد کم کم همینجور تو خواب بهش الهام شده که تو باید این رو عمیق‌تر کنی و یه سری غار و یه سری نیایشگاه و عبادتگاه اینجا زیر زمین حفر کنی و درست کنی و این خونه رو به نوعی میگفت بزرگتر کنی تا خونه زیباتری داشته باشی. ایشون کندن اومدن پای 21 متر زیر زمین. اینجا هم که کلیسای کوچیک. فادر مور فادر انگل دی انگل انگل سیس یور فادر اند یور انگلز. به نوعی کلیسای اختصاصی و کوچیکی که اینجا میبینیم رو میگفتش که لئون به هم یعنی پدرش به همراه برادرهاش که میشن عموهای همین خانوم اینجا میمدن و عبادت میکردن. لئون طی 23 سال تمام این غارها رو با دست و با یه سری ابزار غیر برقی و غیر حرفه‌ای حتی میشه گفت کنده و اتاقها، راهروها و به نوعی فضاهای مذهبی مختلف رو اینجا برای خودش و دختراش و همسرش و خانوادهش درست کرده. البته این مثل یه دایره است. با اینکه این همه پله رو ما پایین رفتیم و بالا اومدیم نمیدونم به خاطر سطح پله‌هاست یا چیزی، ولی اونقدری خسته نشدم که بگم مثلا دیگه نفس دارم میزنم. میرسیم بالا میبینیم که دخترای لئون و همسرش وسیله هاشو جمع کردن و به نوعی یه موزه خیلی کوچیک درست کردن. این وسیله ها شامل نقشه های غار، عکس های خود لئون، وسیله هایی که باهاش اون غار رو حفاری کرده، روزنامه ها و مصاحبه هایی که باهاش انجام شده و در کل یه سری وسیله های دیگه هم که برای فروش گذاشته بودن مثلا مربا و غیره و صنایع دستی خودش. متاسفانه لئون سال 2008 فوت شد. اینجا هم یه نقشه جهان گذاشتن که هر کسی از هر جایی که میاد از اینجا بازدید میکنه یه به نوعی نمیدونم چی میگم پونز مثلا میکنه توی جایی که از اونجا اومده. از اونجایی هم که ارمنستان به نوعی همیشه توی یک جنگی با آذربایجان و طرفدار آذربایجان ترکیه هست، میبینین که روی پرچم این دو تا کشور خیلی انگار راضی نیستن، یه سری ضرب در زدن. لئون توی رویاهاش دیده بود که باید این خونه رو برای خانواده شبیه بهش بکنه. حالا شما به من بگی این خونه شبیه بهش نیست؟
رسیدیم بالا یه آقای با پسرشون نشسته بودن که اول ما فکر میکردیم ایشون ارمنی هن، ایشون هم فکر نمیکرد که ما ایرانی. بعد یه مدتی که ما با هم صحبت کردیم یا گفت شما ایرانی هستی؟ گفتم آره. ایشون از ایرانی های و ارامنه آبادان بود که 30 سال پیش رفته بود آمریکا و پسرش هم ایرانی آمریکایی بود. میرازی که ما برای آره خواب دیده که این کار رو باید بکنه. آها خیلی کار 21 متر. آره واقعا 10 درجه سردتره. تو سیا و دختراش با مهربونی تمام ما رو دعوت کردم یه قهوه و یه ذره میگوام یک نشست صحبت کردیم که من گفتم این دور و بر جایی نیست مثلا این کلیسای قشنگی باشه. وقتی اینو گفتم و اون آقا به ارمنی برای خانم توسیا این رو به ارمنی ترجمه کرد، گفتش که آره من یه کلیسای خیلی قشنگ همین اطراف توی نزدیک خونمون میشناسم، بیاین من شما رو ببرم اونجا. همراه توسیا رفتیم، از کنار یه مدرسه رد شدیم، از توی کوچه پس کوچه های محلشون رفتیم تا رسیدیم به یه کلیسا، کلیسای سینت جان، یه کلیسای کوچیک اطراف ایروان. ما حالا این کلیسا که ما ببینیم بازی کنیم دوستار بعدا نمیستم، ولی بعید میدونم ایرانی اومده باشه اینجا. سینچان کوچیک بود ولی قشنگ، فضای بسیار آروم و خوبی داشت. ما وقتی وارد شدیم پدر روحانی هم اونور بایستده بود تو حیات، داشت فضا رو به نوعی آماده میکرد. بعدش به من گفتش که فضا رو آماده میکنم برای مراسم روزانهی که داریم و مسیحی های این اطراف میان اینجا این مراسم رو برگزار بکنن. حالا من اینا دیگه فیلم نگرفتم، ولی اونجا که وایساده بودم یه خانم آقای ارمنی هم اومدن، خانم خیلی خوب انگلیسی صحبت میکرد و با هم در مورد خیلی از چیزا صحبت کردیم، در مورد فرهنگای دو کشور. تاکسی اینترنتی WG گرفتیم و مستقیم دوباره تو مرکز شهر ایروان و رسیدیم به کلیسای جامع سنت گریگوری روشنگر، یکی از کلیساهای اصلی ایروان. و بعد از دیدن اون کلیسای محلی دیدم یک کلیسای بزرگ. این کلیسای محلی خیلی بزرگ داشت برای روشن کردن شمع که ما رفتیم چند شمع اینجا روشن کردیم. واقعا یکی از نقاط خیلی جالب شهر ایروان واسه من این آبخوریاش بود که 24 ساعتی داشت آب بلند میرفت. واقعا من نفهمیدم خرم سیستم چه شکلیه و همه جای شهر هم میدیدی، یعنی آبخوری بسیار خوشگل و شکیل که چیزی به اسم شیراب روش وجود نداشت، همیشه باز بود. بازم از همین آبخوریایی که همیشه بازه من هنوزم برام سواله، حالا اگر فهمیدم حتما میگم.
آبش هم خنکه، یعنی از توی یخچال داخل میزه، حالا نمیدونم میره پایین تصفیه میشه یا چی. فضای این کلیسا به شدت سنگین که نمیشه گفت، ولی یک آرامش عجیبی تو اینجا وجود داشت، یک سکوت عجیب. از کلیسه که اومده بیرون پیاده وقتی داشتیم میرفته دیدیم روبروی اینجا روی گوگل مپ زده که یک بازاری هست به اسم بازار روسا. یه چرخی توی این بازار زدیم، خیلی چیز خاصی برای خرید وجود نداشت. من فقط یه قاب موبایل خریدم و یه کاور ایرپاد به خاطر اینکه خیلی ضربه می‌خورد بود که هر کدومش 1500 درهم بود، یعنی 1500 درهم یک قاب گوشی که محافظ لنز داشت و 1500 درام هم یک کاور ایرپاد. یکی از خفن ترین آبسی های دنیا این دستگاه ها میده که آدم از جلوتر براتون صحبت میکنم نبودش. همونطور که تو قسمت قبلی گفتم ما یه رستوران خیلی خوشگل دیدیم به اسم رستوران سیزنز، رستوران فست هام. خب الان فرصت خوبی بود که ما بریم یه ناهاری رو توی این رستوران بخوریم، پس بخاطر همین یه دابل چی گرفتیم 1400 درام به سمت این رستوران. یه چیزی که در مورد ارمنستان خیلی کوتاه میخوام بهتون بگم و احتمالاً تو همه برنامه وقت سفر به این قضیه هم میپردازم چون مهمه تو سفر، بحث سرویس بهداشتیه. توی ارمنستان اصلا به دنبال سرویس بهداشتی تمیز عمومی نباشیم، واقعا اوضاع خیلی خرابه. حالا چیزی که الان برام جاده بود که بگم خاطر این بود که توی رستوران خوب و لوکس مثل مثلا همین رستوران سیزن و غیره تنها جاهایی که شما میتونید یه سرویس بهداشتی خوب پیدا کنید، ولی بقیه سرویس بهداشتی واقعا افتضاحه. ما رو شروع کردیم با این سالاد سزار که خودشون اومدن برای ما آمادهش کردن و طعمش هم طعم خوبی بود. برای غذای اصلی ما یه غذای سفارش دادیم که گفتن از غذاهای سنتی ارمنیه، ترکیبی بود از سیب زمینی و گوجه و گوشت و بادمجون و اینجور چیزا، ولی واقعا اسمش رو من فراموش کردم. در کنارش هم شراب روز و آب معدنی سفارش دادیم. غذای رستوران بسیار عالی، رفتار گارسونا بسیار عالی. اینجا که میبینید حالا رستورانه، دقیقا روبروی این یک استدیوی شیرینی پزی خوبی هم هستش. بعد از خوردن ناهار، خب چون صبحم گفتم امروز تولد همسر من بود، با یکی از روبروی بچه ها هماهنگ کردم، آوردن و خیلی دوستانه و خیلی قشنگ مرمر برگزار کردن و کلن تیمشون تیم
دوست داشتنی بود. از این چیزایی که اینجا دیدی، این غذا و نوشیدنی 24000 درهم شده بود که با انعام 30000 درهم شد. بعد از رستوران ما برگشتیم با تاکسی دامنجی به هتل و من فکر می‌کردم خیلی ارسال پول به ارمنستان سخت باشه. نزدیک هتلمون دقیقاً یه صرافی پیدا کردم که اصلا فارسی هم نوشته بود. کارت بانک شهر رو همونجا دستگاه پست کشیدم و بهم درهم داد. این راحت‌تر از این دیگه نمیشه. وقتی شما صرافی به سمت هتل می‌اومدم، مسیر کوتاهی پیاده بود. یه آرایشگاه دیدم و رفتم تو، گفتم آقا مهم‌ها رو چجوری بودم می‌کنی. بعد از آرایشگاه کلی رفتیم پیاده روی کردیم که من واقعا دیگه یه ذره خسته شد با هم، یعنی تا ول زده بود. واقعا یه خسته شدم حقیقتا، یه ذره پاهم درد که الان هماهنگ کردم با هتل، حالا برگردم از سفر هتل استفاده کنم چجوری، شاید فردا و پس فردا وقت نشه برای خودم. ولی حالا فردا صبح هزار پله رو میرم میبینم، شاید حالا ببینم یه جای تاریخی دیگه. یه رفتیم به سمت هتل. توی مسیرم من هماهنگ کردم با هتل، زنگ زدم گفتم که یه تایمی یک ساعته استخر و جکوزی رو در اختیار ما بذارم. روز ششم سفر ما شروع شد و بعد از خوردن صبحونه اومدیم یه قدمی زدیم توی میدون ریپابلیک ایروان. بعد از قدم زدن توی میدون ریپابلیک اومدیم اینجا آرایشگاه زننده برای سشوار مو که 3500 درام هزینه شد. و بعد از اینکه کارم تموم شد یه تاکسی دابل جی گرفتیم به کاسکید، یا همون هزار اون چیزی که ایرانی بهش میگن هزار پنده میکرد. و این دفعه تاکسی لوکس گرفتم که توی کمری اومد. 1200 درام هزینه تاکسی شد. و چیزی که من فهمیدم تایمی که تاکسی لوکس میگیرم تفاوتش فقط با نورمال اینه که کولر میگیرن، چون هزینه بنزین مسکی زیاده تو این کشور. اون تاکسی معمولی کولرشون روشن نیست و تاکسی های لوکس کولرشون روشنه، و یعنی از نظر کیفیت ماشین آنچنان تفاوت ندارن با هم دیگه. و میرسیم به هزار پله معروف. نمیدونم انگلیسی ها بهش میگفتن کاسکید، یه سری میگفتن کاسکادا، ایرانی ها میگفتن هزار پله. خب اینم از کاسکادا، احتمالا اگه درست بگم من پرسیدم یا کاسپیل کاسکادا و کاسکادا شک داشتم، ولی چیزیه که فکر میکنم همه ایرانی ها بهش میگن هزار پله، و همه ویدیوهای یوتیوبی هم که دیدن احتمالا اینجا رو اومدن. حالا من شنیده بودم اینجا پله برقی داره، اگر سیستم این باشه که من عمرم برم اون بالا، ولی اگر آهنی در میبینم یه میرم لاخاتو میتونم. Thank you.
یکی از مشکلاتی که شما توی ارمنستان واقعا دارید سکه هاست، یعنی انقدر سکه سکه تو جیبتون زیاد میشه نهایتا باز اینجا هم هست. الان قشنگ من میتونم همینجور هر چقدر من سعی میکنم پول پونده مثلا تو تاکسی و حالا آب مدن فریده اینو خرش کنم بازم سکه سکه میاد. به هر کانون 200 درام تقریبا 30,000 تومان هم هست، یعنی باباش هم میشه یک کارایی کرد واقعا. یعنی خورد خورد نیست بگیم سکه. از دیدن این یادواره واقعا خوشحال شده بگم این واقعا حسرم نمیدیش تان بالا بخوام برم از این نمازم که چه بخوام پایین برم از همینجا سعی میکنم یه تاکسی بگیرم و بریم دیگه سمت مقصد بعدی. رسیدن اینجا ما پیاده اومدیم خیابونا رو دیدیم تا رسیدیم به یک کلیسای خوشگل که اونم باز برای من اسمش سخت بود که احتمالا میتونیم لوکیشنش رو پیدا کنیم. از اونجا همونجور که باز دوره داشتیم پیاده می رفتیم و از قدم زدن توی خیابونه قشنگ گیروان لذت بردیم رسیدیم به یه حالت زیر پله‌ای که پاساژ بوده در اصل به اسم پاساژ مترونوم. کلا این پاساژ چون مغازه‌های خیلی خوبی نداشت، رستورانش این فود کورتش کلا 64 تا مغازه داشت و اینا، خیلی ما رو نگرفت و ما سریع از اینجا اومدیم بیرون. پاساژ مترونوم که اصلا هیچی نداره، دو تا فقط دو تا فود کورت داره، دو تاشون از اون طرف پیزا و از همونجا 1500 درهم یه تاکسی دابل جی گرفتیم و مستقیم رفتیم دالما گاردن تا هم یه ناهاری بخوریم و هم یه چند خرید دیگه انجام بدیم. ناهار خوردیم، یه چرخ کوچیک زدیم و من اومدم از برشگاه چند تا تیکه لباس و کفش و اینا گرفتم. از دالما گاردن برگشتیم هتل. باز اومدیم بیرون یه چرخ زدیم توی سوپرمارکت های اطراف، مغازه ها رو بخواستیم، مغازه های کوچیکتر تو خیابونه چرخیدیم تا دیگه کم کم وقت شام شده بود و رسیدیم به یه رستورانی که چند روزی ما دیده بودیم و چشمون گرفته بود به اسم چایهونا. در حقیقت هم از خانمی که واسه که رزرو انجام میداد پرسیدم که اینجا قلیون هم داره، چون این ذره حواس قلیون کرده بودم و گفتش که آره قلیون داره و قلیون خوبی هم داره، خیلی تعریف کرد. پس ما رفتیم داخل.
اون قضیه که در مورد سرویس بهداشتی ارمنستان گفتم اینجا هم کنسله، یعنی اینجا هم خیلی سرویس خوبی داشت، مردونه و زنونه با هم کاملا دیزاینش متفاوت، خیلی جالب بود. و حالا دستشوی مردونه دیزاین یک کتابخونه بزرگ داشت که در انتهاش انگار یک دستشوی وجود داشت. بعد از خوردن شام و خارج شدن از رستوران چایخونه هم یه ذره، یعنی فکر می‌کنم تا ساعت 1-2 شب پیاده روی کردیم توی همون خیابون اصلی ارمنستان که گفتم خیلی خوشگل بود، خیلی هم شب زنده دار بودم. بالاخره روز آخر سفر رسید و غم غربتی که همیشه اون لحظه آخر میگیره چون خواهی تحویل بده هتل رو برگردی. ما هم صبحونه خوردیم و سریع زدیم بیرون، گفتیم یه قدمی بزنیم توی شهر توی خیابونا. صرافی بود، ما اونجا هرگیش درام داشتم دوباره تبدیل کردم به دلار، چون قبلا گفتم خیلی بد فروش میده درام توی ایران، یا اصلا فروش نمیده اینجا میتونیم بگیم. فقط حالا با مشورت که با صاحب صرافی کردم گفت بوده، حالا ازم پرسی گفت اضافه بار که نداری؟ گفتم نه، ولی گفت 5000 تا همراه خودت 5000 درام داشته باش، شاید لازمه. تقریبا این 3-4 ساعت هم وقت داشتیم دیگه، نمیشون جای خاصی رفت، باز دوباره اومدیم این بازار یه چرخی بزنیم و وقتمون رو بگذرونیم تا تاکسیمون بیاد و ما رو ببره. یه چیزی در مورد میوه های ارمنستان بگم، این خاک این کشور به نظر من پر از برکته، یعنی بهترین میوه ها رو شما تو سوپرمارکت میتونید ببینید، یه میوه خراب تو سوپرمارکت من ندیدم. یعنی همه میوه ها انگار میوه که انتخاب میکنن تو تبلیغات میوه بذارن مثلا عکس بگیرن باش، یه همچین چیزی بود. همه اینا به کنار، این دستگاه های آب سیبی که اینجا هستش و حتی اون آب سیبایی که اتاقک های مختلف تو شهر هستش که آب میوه میگیرن و میفروشن، این دستگاه جلوی خود ما آب سیبو میگیره و میریزه توی لیوان، و اینقدر این آب سیب یا آب پرتقال هایی که تو شهر هستش شیرینه و آب پرتقال یه ذره ترشی احساس نمیکنیم توش، یعنی همش انگار که شکر اضافه کردن بهش. حتی من یه تایمی شک کرده بودم و خب چه این دستگاه چه اینا، نگاه کردم دیدم هیچ چیزی توی مسیر به این اضافه نمیشه، ولی میوه اینقدر شیرینن و آب میوه اینقدر شیرینه. گشتیم توی شهر، خب طبق عادت من همیشه اتاقو که تحویل میدم چمدونامو میسپارم به هتل و بعدش میرم ازشون میگیرم، و چمدونامو تحویل گرفتیم و ترانسفر داشتیم به فرودگاه.
توی فرودگاه نه تأخیر داشتیم نه معطلی داشتیم، توی صف وایسادیم، کارم انجام شد، از گیت رد شدیم و اونجا هم منتظریم که سوار هواپیما بشیم. چیزه جالبی که توی فرودگاه ایروان میبینیم یه پیانو قرمز رنگه که اونجا هست و هر از چنگای هر چند دقیقه یکی از یه جای دنیا میاد پشت پیانو میشینه و شروع میکنه یه قطعه رو از کشور خودش زدن. آقا پسری هم که الان میبینیم نشسته داره آهنگ میزنه یکی از هموطنهای ارمنی خودمون بود. این که اینجا میبینیم کوه زیبای آرارته. بالاخره گیت باز شد و ما وارد هواپیما شدیم. اون چیزی که فکر میگم فوق‌العاده نبود، مثلا یه پرواز معمولی بود. من پیش بینی میکردم آرمنیا ایویر مثلا خیلی پرواز بهتری باشه. ولی در کل پرواز بدی نبود، خیلی توی ارتفاع پایین بلند شد، توی ارتفاع پایین رفت مسیر زیادی و که خب لرزش زیادی داشت پرواز، ولی در کل پرواز خوب بود. بالاخره رسیدیم به تهران. تقریبا ساعت 6 بود که ما سوار هواپیما شدیم و ساعت 8 هم از هواپیما پیاده شدیم. خب اینجا هم سفر ما به پایان میرسه. مرسی از شما که این ویدیوها رو دیدین. این سه قسمت ما سعی کردیم که این سه قسمت بخش‌هایی از شهر ایروان رو به شما نشون بدیم. مطمئنا خیلی جاهای دیدنی دیگه تو خود شهر ایروان هست که ما نرفتیم. خیلی جاهای دیدنی خیلی قشنگی تو کشور ارمنستان هست که ما تو این چند روز نتونستیم ببینیم. جاهایی مثل دریاچه سوان، پارک ملی شیکاگو، صومعه نوارانک و کلی جاهای دیگه که مطمئنا شاید اگه قسمت باشه ما بار دیگه حتی باید بیایم ارمنستان، چند بار دیگه باید بیایم تا بتونیم همه اینجا رو ببینیم. چیزی که ما فقط سعی کردیم تو این سه تا قسمت به شما بگیم، حالا چیزی که خود من برام دغدغه‌ام بود قبل اومدن، اینکه فضای کشور ارمنستان به چه شکل معلومه، چنو مردمی هستن، قیمتا رو یه ذره واضح‌تر بتونیم برای شما بنویسیم تا قبل از اومدن یه پیش‌زمینه‌ای راجع به قیمتا داشته باشیم، و در مورد حمل و نقل چه بحث تاکسی ها، چه اتوبوس به ایروان، پرواز از ایروان، در مورد اینا صحبت کنیم تا یه دید بهتری راجع به سفرتون داشته باشید. ممنون از اینکه این ویدیو رو لایک می‌کنید، کانال رادیو فرهنگ رو سابسکرایب می‌کنید و حمایت می‌کنید با این کارتون از ما. اینجا یه ویدیو دیگه به شما نشون داده میشه و پلی‌لیست کامل برنامه‌های وقت سفرم این پایین هستش. ژول ورن میگه سفر یه راه خوب برای پیدا کردن خودتونه. مراقب خودتون باشین، راضی باشین و پرروزی.